در صحنه سیاسی ایران ما با یک وضعیت به ظاهر متناقض روبرو هستیم. در یک سو افزایش تورم، افزایش نرخ دلار، افزایش بیکاری و فقر همزمان با شق و شکاف در دستگاه حکومتی و انزوای بین المللی و در یک کلام اگه بخوایم بگیم یک جامعه در حال انفجار مواجه هستیم. اما از سوی دیگه ما شاهد قدرت نمایی مقامات رژیم از دستگاه نظامی تا سیاسی اون هم هستیم، از سفیدسازی موزلات تا امید کاذب دادن به این نیروهای سرکوبگر و نیروهای خودشون. سرجم این دو پدیده را اگه با هم دیگه بهش نگاهی داشته باشیم، یک پارادوکس و وضعیت فوق متناقض هستش. امروز میخوام در همین رابطه با آقای اسدالله نبوی از زندانیان سیاسی دهه 60 گفتگویی داشته باشیم و سوالاتمون رو در همین زمینه مطرح کنیم. با درود به شما آقای نبوی و ممنون از حضورتون که در این برنامه با ما هستید. من هم سلام دارم خدمت شما و همینطور سلام دارم خدمت بینندگان ایران آزادی. در خدمت شما هستم. ممنون از شما از حضورتون. خب آقای نبوی، سوال اول اینه که آیا این تصویری که من دادم مثلا این تصویر واقعی درسته و اگر درست هستش این قدرت نمایی که رژیم داره انجام میده چه سمت و سوی داره، به چه سمت و سوی میره، چه سمت و سوی داره و چرا اصلا به اون قدرت نمایی میگیم؟ بله، این تصویری که شما به دست دادید به نظر من هم درسته. اگر ما تحولات یکی دو ماه اخیر رو مرور بررسی کنیم، خامنه‌ای و رژیمش دارن تلاش میکنن اینطور جلوه بدن که الان در دوران پساقیام به سر میبرن. به همین دلیل دستگاه مختلف تحت فرمان خامنه‌ای موظف هستن که قدرت نمایی رو در دستور کار خودشون قرار بدن. مثلا ما توی سیاست خارجی میبینیم که تحرکاتی رو شروع کردن با عربستان و دیگر کشورهای عربی، دارن تلاش دارن حداقل روابطی رو برقرار کنن تا مثلا اینطور جلوه بدن که ما منزوی نیستیم و دارای ارتباط هستیم. یا در غرب آسیا میبینیم که رئیسی به سوریه میره ضمن ملاقات با بشار اسد قصاب. مردم سوریه اینطوری به مردم منطقه دهنکجی میکنه و همونجا هم رجزخونی میکنه برای مردم. و بعد از برگشتش از سوریه هم میبینیم که بلافاصله درگیری های جهاد اسلامی تحت فرمان خامنه‌ای با اسرائیل شروع میشه. ما اگه بخوایم بازم این رو مرور بکنیم، در جنوب و در خلیج فارس میبینیم که دو تا نفتکش رو رژیم توقیف میکنه و از همه مهمتر در خود داخل کشور هم در مقابل قیام مردم میبینیم که خامنه‌ای به جنون اعدام دچار شده و تنها طی 25 روز گذشته، یعنی از اول اردیبهشت ماه، بین 80 تا 90 زندانی رو اعدام میکنه که این آمار بسیار بی‌سابقه است. من این رو هم اضافه بکنم که رژیم حتی در مقابل کارگران اعتصابی صنعت نفت و پتروشیمی هم همین سیاست رو در پیش گرفته و با دستگیری 8 کارگر که دیروز اتفاق افتاده ادعا کرده که اونها از خارج کشور سازماندهی و دستور می‌گرفتن. اینها بخشی از مانور قدرت و قدرت نمایی رژیم هست و برای پاسخ به این سوال شما که چرا به اون قدرت نمایی میگیم، من در یک جمله میگم که قدرت واقعی یک حکومت، یک حاکمیت مستقر در حل کردن تضادهای جامعه هست و تضادهای جهانی و منطقه‌ای که خودش با آن مواجهه. وقتی حکومتی در یک چالش دائم با جامعه خودش، منطقه و جهان به سر میبره، اون حاکمیت از نظر سیاسی یک حکومت ضعیف و فاقد ثبات و در حال سقوط محسوب میشه، چیزی که امروز ما شاهدش هستیم. خب آقای نبوی، این قدرت نمایی رژیم ناشی از کدوم نیاز؟ اصلا چرا اونا به این قدرت نمایی پوشالی نیازمندن؟ بله، فهم این که کدام نیاز خامنه‌ای و رژیمش رو به این نقطه رسونده که به چنین بازی‌های دست بزنن خیلی دشوار نیست. نگاهی به همین مطبوعات حکومتی و رسانه‌هایی که در اختیار حکومت و خامنه‌ای هستن و همینطور واقعیت‌هایی که در سطح خیابان ساری و جاری ما رو میتونه راهنمایی بکنه که تصویری از وضعیت حکومت داشته باشیم. مثلا هاشمی طبا که یکی از درشت مهره‌های باند اصلاح طلبای حکومتی اخیراً
در مصاحبه‌ای که فکر می‌کنم با روزنامه شرق داشته اشاره به آمارهای کلان حکومت می‌کنه و در نهایت نتیجه‌گیریش این هست که حکومت رو به ویرانی داره میره. یا مثلا جعفرزاده ایمن آبادی، یکی از نماینده پیشین مجلس همین رژیمه که خودش رو به خامنه‌ای و کل حکومت میگه، من بذار نقل قول کامل از خودش نقل بکنم که ایمن آبادی گفتش که کار را به جایی رسوندید که مردم میگن از شما بیزاریم. یا مهره دیگه مثل مهدی قزنفری، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی به اصطلاح ملی، 22 اردیبهشت ماه مصاحبه کرده که بعدم اونجا نقل قولش رو دقیق بگم خدمت شما، که این گفتش که ما از 150 میلیارد دلار موجودی صندوق فقط 10 میلیارد دلار باقی مونده. این مقام حکومتی اضافه میکنه که 100 میلیارد دلار اون توسط دولت برداشته شده و 40 میلیارد دلار هم به عنوان اعتبار پرداخت شده. یعنی ته صندوقی که قرار بود برای نسل آینده ذخیرش بکنن فقط 10 میلیارد باقی مونده که اونم معلوم نیست تا کی بمونه. بنابراین این صندوقی که قرار بود درآمدهای نفتی توش ذخیره شه به این نقطه رسوندن. پس از نظر اقتصادی در چنین وضعیتی، از نظر سیاسی و امنیتی هم اگه نگاه بکنیم، اختلافات درون باند قدرت رو میبینیم که به کجا رسید. مثلا خود باند خامنه‌ای که مجلس دولت متشکل از اون هستن رسیدن به نقطه حذف هم دیگه. حتی دعوای مجلس دولت به سمتی میره که به اذعان خود مجلس داره به سمت از همگسیختگی درون حکومت پیش میره. به رغم همه تلاش و سرکوب و بگیر و ببندهای رژیم، هنوز هم میبینیم که نتونسته قیام مردم بلوچستان به خصوص زاهدان رو خاموش بکنه. هر هفته ما کل جهان تنین صدای مرگ بر خامنه‌ای رو تو خیابان‌های این شهر تنین انداز میبینه. میشه به آمار تلفاتی که رژیم از نیروی خودش میده نگاهی بکنیم. همین دیروز یک مأمور اطلاعاتی رژیم که یکی از دشمن‌های رژیم هم بود تو خاش کشته شده. پیشتر از اون دیدیم که چندین آخوند و افسران انتظامی، فرماندهان نیروی انتظامی تو شهرهای مختلف کشته شدن. ما هم تو اخبار شما هم الان بود که ما شب گذشته شاهد مقاومت و اعتراض مردم اصفهان در مقابل زندان دستگرد اصفهان بودیم که به اجرای احتمالی حکم اعدام سه زندانی قیام اعتراض کرده بودند. و چند روز قبل هم شاهد صحنه مشابهی رو در جلوی زندان قزلحصار بودیم. من به همه موارد به صورت موجز اشاره کردم که بگم به رغم تصویری که رژیم میخواد از خودش ارائه بکنه، الان در بدترین وضعیت خودش به لحاظ اقتصادی، سیاسی و امنیتی قرار داره. این مانورهای قدرت خودش علامت ضعف و به هم خوردگی تعادل قوای درونی رژیم هست و این خودش حکایت همه چیز رو در درون خودش داره. بله، خب چه قرنه‌هایی وجود دارن آقای نووی که شما میگین این قدرت نمایی پوشالی و آیا این مانورهای قدرت خامنه‌ای، این مانورهای پوشالی خامنه‌ای رو میتونه در آخر از سرنگونی نجات بده؟ من توی سال قبلی اشاره کردم و تلاش کردم که یک شمای کمرنگ از وضعیت رژیم ارائه کنم. خود این قدرت نمایی همونطور اشاره کردم علامت بحران هست. شما شاید توی فیلم ها، شاید توی یک صحنه واقعی، یک غریق رو در لحظه نهایی غرق شدن دیده باشید. در اون لحظه بیشترین تلاش و بیشترین تحرک رو از خودش نشون میده، چون میدونه که رفتنیه. حالا هم خامنه‌ای در چنین وضعیتیه، میدونه اگر چه قیام مردم رو به ظاهر با همدستی بورژوازی وابسته به خیانتکار به یه خاموشی مقطعی کشونده، اما خودش به خوبی میدونه که این قیام دوباره رادیکالتر و مجربتر و گسترده تر سرباز میکنه. میدونه که تمام ذخایر ایدولوژیک و استراتژیک خودش رو
تا کنون هزینه کرده و چیزی براش باقی نمونده. میدونه دیگه چیزی تو چنته باقی نمونده. میدونه که با توجه به قیام و جنایاتش به رغم سیاست مماشات در جامعه جهانی جایی نداره. خامنه‌ای میدونه که توان حل بحران اتمی خودش رو نداره. میدونه که بحران اقتصادی و وضعیت انفجاری جامعه جایی برای مانورهای دیگه براش باقی نگذاشته. بنابراین سرنگونی در تقدیر خامنه‌ای و حکومت او. مردم ما عهد کردن که سال 1402 رو سال سرنگونی خامنه‌ای در تاریخ به ثبت بدن و نباید تردید کرد که دیر یا زود این رویای دیرین میلیون ها ایرانی محقق میشه و خامنه‌ای نخواهد توانست از کابوس سرنگونی نجات پیدا بکنه. بله، بسیار ممنون از توضیحاتی که دادیم. به عنوان سوال آخر، ما به عنوان مردم ایران در مقابل چنین رژیمی و در چنین موقعیتی چه مسئولیت هایی داریم؟ بله، ما به عنوان مردم و مقاومت ایران در مقابل این وضعیتی که مختصر به اون اشاره کردم، مسئولیت نخست ما این است که مرعوب جفسازی ها و قدرت نمایی های پوشالی خامنه ای و رژیمش نشیم. همزمان با این بایستی از جهت گسترش دو جبهه نبرد تلاش بکنیم. جبهه نخست اینه که خطوط انحرافی و جاده‌های فرعی که در مسیر انقلاب و جنبش مردم قرار میگیره رو کنار بزنیم، چون ما میدونیم که این جبهه های فرعی و جبهه های انحرافی باز هم به اشکال دیگری در مسیر جنبش ما قرار خواهد گرفت. بنابراین هر ایرانی آگاهی باید اشراف داشته باشه که ارتجاع و استعمار به راحتی دست از سر ما بر نمی دارن و باید توطئه و ترفندهای پیچیده‌تر اونها رو شناخت و افشاش بکنیم. همزمان با این کار بایستی در آتش قیام و رادیکالیزم قیام بدمیم. کانونهای شورشی و قیام در سراسر ایران بایستی گسترش پیدا بکنه. تنها راه برای سرنگونی رژیم همین هست که ما در آتش قیام و در آتش بدمیم. باید تک تک ما بخشی از این پیکره آتش و قیام باشیم و در اون بدمیم و در این تردید نکنیم که ما با انجام مسئولیت ها و وظایف تاریخی خودمون میتونیم پیروزی انقلاب دموکراتیک مردم ایران رو فراهم سازیم. بله، ممنون و تشکر از این که در این برنامه حضور داشتیم و پاسخ سوالات ما رو دادید. ممنون از شما آقای نبوی. من از شما تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید. خداحافظ شما.